مهمترین عناوین خبری امروز کارولین کندی سفیر مستعفی ایالات متحده به استرالیایی ها گفت که با وجود خطرات ناشی از ریاست جمهوری دانالد ترامپ آنها می توانند همچنان به آمریکا اعتماد کنند مفسر فاکس نیوز که توسط دانالد ترامپ به عنوان وزیر دفاع انتخاب شد به اتهامات تجاوز جنسی میپردازد شورای حکام هیئت نظارتی ای سازمان ملل متحد برای دومین بار در پنج ماه اخیر ایران را به دلیل عدم همکاری کامل با آژانس محکوم کرد و چند خبر دیگر درود بر شما شنوندگان گرامی پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی است که اون رو تقدیم حضورتون می نخست وزیر اسرائیل تصمیم دادگاه کیفری بین المللی برای صدور حکم بازداشت علیه وی به اتهام جنایات جنگی را اقدامی یهودی ستیزانه خواند. این دادگاه میگوید دلایل منطقی وجود دارد که نشان میدهد بنیامین نتانیاهو به همراه یوآف گالانت وزیر دفاع پیشین این کشور مسئولیت کیفری برای هدایت عمدی حملات علیه مردم غیرنظامی غزه دارند اسرائیل صلاحیت دادگاه مستقر در لاهه را رد و جنایات جنگی در غزه را رد کرده است و آقای نتانیاهو آن را روز سیاهی در تاریخ کشورها اعلام کرد This is an anti act that has one goal, to deter me, to deter us from exercising our natural right to defend ourselves against our enemies who rise up against us to destroy us. Accusing the state of Israel of genocide while we are working to defend ourselves from an enemy who is trying to commit genocide against us. We believe that it is a proof that justice and the long arm of justice will reach. Anyone who violates uh, the norms that humanity decided that cannot be violated, especially the most egregious atrocities like war crimes and crimes against humanity. It is certainly uh, an important day also for humanity as a whole because never again today is being effectuated and being implemented and uh, upheld by the pre-trial chamber. دیوان کیفری بینون ملدی نیروی پلیس خود را برای دستگیری افراد ندارد و در عوض به 124 کشور عضو خود متکی است. سومین حکم بازداشت برای محمد دیف رهبر حماس صادر شد اما گزارش های تایید نشده وجود دارد که او ممکن است توسط اسرائیل کشته شده باشد. یکی از مفسران فاکس نیوز و کهنه سربازی که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به عنوان وزیر دفاع انتخاب شده به اتهامات تجاوز جنسی علیه خود پرداخته است پیت هگزت 44 ساله پس از ملاقات با سناتورها و معاون رئیس جمهور منتخب دی جی ونس با پرسش درباره ادعاهایی که در گزارش پلیس مطرح شده روبرو شده است گفته می شود که او پس از اینکه تلفن یک زن را گرفت و در به اتاق هتل کالیفرنیا را مسدود کرد و اجازه نداد این زن اتاق را ترک کند به او تجاوز جنسی کرده است آقای هگزت به پلیس گفت که این برخورد توافقی بوده و چندین سال بعد به شاکی خود پول داده است تا از آنچه وکلای آن را یک دعوای بی اساس می‌خوانند منصرف کند وی در پاسخ به پرسشی درباره این اتهامات تاکید کرد که موضوع مورد بررسی قرار گرفت و وی تبرئه شد این در حالی است که گزینه دیگر دونالد ترامپ برای سمت داستانی کل از اینکه برای این سمت در نظر گرفته شود صرف نظر کرد مت گیتس نماینده سابق کنگره از فلوریدا به دلیل سوء رفتار جنسی تحت بازجویی قرار گرفته بود و سناتورهای آمریکایی میخواستند قبل از تایید انتصاب وی گزارشی درباره این اتهامات ببینند آقای گیتس هرگونه تخلفی را رد کند. ایالات متحده قطنامه ی سازمان ملل را که خواستار آتش بس فوری در جنگ غزه است و تو کرده است زیرا این قطنامه به آزادی فوری گروگان هایی که توسط حماس به اسارت گرفته شده اند ربطی ندارد شورای امنیت که دارای 15 عضو است با 14 رأی موافق به قطنامه حمایت شده توسط 10 عضو منتخب رأی مثبت داد

دنی دانان نماینده دائم نماینده دائم سازمان ملل در امور اسرائیل به شورای امنیت گفت که اسرائیل به دفاع از خود ادامه خواهد داد و به تلاش های خود برای آزادی کروگانها ادامه خواهد داد. اسرائیل و Look at your values and understand why. We will never forget them and we will never stop fighting for their freedom. If Hamas were to release the hostages and surrender their weapons, not one more shot would need to be fired. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید تصمیم اوکراین برای شلیک موشک های دوربرد آمریکا به پایگاه نظامی روسیه در منطقه بریانسک نشانه آن است که غرب میخواهد درگیری ها را تشدید کند وزارت دفاع روسیه میگوید که پنج فروند از این موشک ها را ساقط کرده و یک موشک دیگر آسیب دیده است این در است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آستانه حمله احتمالی هسته‌ای را کاهش داده است اکنون حمله از سوی یک کشور غیر هسته‌ای در صورتی که توسط یک قدرت هسته‌ای حمایت شود به عنوان یک حمله مشترک به روسیه تلقی می شود. سرگی لاوروف وزیر امور این کشور میگوید از سلاحهای هسته‌ای این کشور به عنوان ابزاری برای بازدارندگی استفاده می شود. In favor of doing everything not to allow nuclear war to happen. It was us who first, during the Soviet Union times, suggested to the United States and uh, President Gorbachev and President Reagan made a joint statement that nuclear war can never be won and never must be, uh, must be started. در همین حال جوز برل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید این نخستین بار نیست که ولادیمیر پوتین قمار هسته ای انجام میدهد او گفت رئیس جمهور روسیه همچنین یک بحران امنیت غذایی و انرژی ایجاد کرده است North in the soil, But to For the nuclear, to talk about uh, nuclear deterrence at that moment is something that we strongly reject. We condemn any reference to the use of nuclear arms. کارولین کندی سفیر مستعفی ایالات متحده به استرالیایی ها گفته است که با وجود خطرات ناشی از ریاست جمهوری دانالد ترامپ آنها می توانند همچنان به آمریکا اعتماد کنند. خانم کندی در یک سخنرانی خداحافظی در باشگاه ملی مطبوعات گفت که ایالات متحده به توافقات خود از جمله شراکت اوکس متحد است. او اگرچه در مورد نامزدی از سوی دانالد ترامپ برای تصدی سمت ریاست اطلاعات ملی و تعدادی از انتصابات دیگر ابراز تردید کرد. تولسی گابارد یکی از بحث برانگیزترین گزینه های آقای ترامپ برای این سمت است. این دموکرات پیشین که جمهوری خواه شده است توسط منتقدانش به ارتباط با همسویی با روسیه و خطری برای اطلاعات ملی متهم شده است. خانم کندی میگوید در حالی که این انتصاب ها در سرخط اخبار قرار دارند اما هنوز توسط مجلس سنا تایید نشدند. <applause> دولت فدرال استرالیا الزامی را معرفی خواهد کرد که مشاغل را از رد پرداخت های نقدی در هنگام فروش اقلام ضروری منع می کند. دولت می گوید این کار را برای اطمینان از اینکه استرالیایی ها همچنان می توانند از پول نقد برای پرداخت ها استفاده کنند آن هم در میانه روند گذار به سمت روش های پرداخت دیجیتال انجام داده است. این الزام قرار است در سال 2026 به اجرا گذاشته شود و جزئیات بیشتر آن در سال آینده ارائه خواهد شد دولت آقای انتونی البنیزی همچنین برنامه ای را برای حذف تدریجی استفاده از چک منتشر می کند. بر اساس این برنامه صدور چک تا جون 2028 متوقف می شود. در حالی که از اکتبر 2029 دیگر چک پذیرفته نخواهد شد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اکثریت بزرگی قطعنامه پیشنهادی چهار قدرت غربی که ایران را به علت گسترش فعالیت‌های ایش و به علت عدم همکاری‌های لازم با آژانس محکوم می‌کند، تصویب کرد. این دومین قطعنامه علیه ایران در حدود شش ماه گذشته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین از تهران خواست تا پاسخهایی در خصوص تحقیقات طولانی مدت درباره ذرات اورانیومی که در دو مکان کشف شده و به عنوان سایت هسته‌ای اعلام نشده اند ارائه کند. در رأیگیری شب گذشته 19 کشور از مجموع 35 کشور عضو شورا به قطنامه پیشنهادی سه قدرت اروپایی و آمریکا رأی مثبت دادند 12 کشور رأی ممتنع و فقط روسیه و چین و برکینافاسو به آن رأی مخالف دادند شنوندگان گرامی پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اس فارسی بود که اون رو تقدیم حضور شما کردم